بسم الله الرحمن الرحیم. پیام این جلسات ما این است: ادیان تعبیر درستی نیست، قرآن هم به رسمیت نشناخت، فقط دین. اما دین در زعم و گمان عمومی تفکیک میشه به چند دین، اما خدا قبول نکرد، رسول خدا قبول نکرد، فرمود ما ادیان نداریم، یک دینه ممتد به 124 هزار پیغمبر نازل شده، عده اولوالعزمن، عده مرسلن، یک دین ممتد در زمان. بخش اولش سقلیست، مأموریتیست برگردن حضرت آدم، بعد از آن مسئولیت بر عهده شیس، بعد ادریس، بعد نوح، بعد ابراهیم، موسی و عیسی و رسول خدا. کل دین ها از آدم تا خاتم یک استمراره. استقلال در دین کفره. این منطق اسلامه. کسی بگه من این اسلام را قبول دارم، اسلام و موسی را قبول ندارم، کافر مطلق. اگر بگه من مسلمانم اما این که حضرت عیسی بخشی از اسلام را عهده‌دار بوده پیغمبره، این کار کنه، کافره. انکار ابراهیم علیه السلام کفر در اسلام، چون باور اسلام این است که کل انبیا من الادم الی الخاتم یک دین را برداشتن، منتها هر کدام وزنه عصر خودشون را برداشتن. این مطلب اول ما بود در جلسات قبل. الان نکته عرض می کنم. این نکته چیز مهمی است به نظر بنده. یهود و نصارا اصلا این مطلب را قبول نکردن، چسبیدن به یک قطع از دین. ما نژاد برتریم، خب پیغمبر ما موسی است. نه به انبیای گذشته اعتنا کردند، زیر بار حج نرفتند، پشت پا زدند به دین ابراهیمی که در تورات به صراحت آمده. حجر زاویه در متن زبور پشت پا زدند، مکه نرفتند. تبعیت از حج ابراهیمی عمل به دین سابق یهود و نصاراست. تأیید ابراهیم جزء ایمان یهود و نصارا بود، یعنی مسلمانان دین حضرت موسی و عیسی. این اسلام و مسلمینن موفقن علی رغم اینکه مصیبت ها کشیدن، جنگ ها تحمیل شده، که انبیای قبلی را تأیید کردن جزء لاینفک ایمان ماست. یک مسلمان بدون وضوع دست نمیزنه به اسم انبیا، خب. اما آقایان یهودی ها، نصرانی ها قیچی برداشتن، ابراهیم را از قبل قیچی کردن، مکه نرفتن. پیغمبر اسلام را از بعد خود قیچی کردن، تسلیم قرآن نشدن. طبق منطق قرآن خودشون، کتاب آسمانی خودشون، تورات انجیل خودشون، اینها کافرن به کتاب خودشون، چون تورات ما قبل خود را تایید کرده، از نوح ابراهیم نام برده، تایید اونها را جز خودش میدونه. اما به حج نرفتن، با انکار ابراهیم شدن کافر. و از دستورات دین جدید جهانی تبعیت نکردن، شدن کافر به مابعد. اما دستبردار نبودن. تورات، انجیل، زبور، قرآن گفته مبدع دین عبارت از مکه هست و مدینه هست و بیت المقدس هست و مسجد کوفه. دقت کنید، مکه، حالا مدینه جزی از مکه حساب بشه، مکه در عراق، مسجد کوفه و نجف، ضلع دوم یا زاویه حساب کنیم، یکی هم بیت المقدس، اینها مجمع الانبیاس. باید این سه نقطه رو مرکز اسلام بدانی. آقایان رفتن، برید ببینید سیره حلبی،
یهودی ها مسیحی ها دست به یکی کردن، بیشتر یهودی ها سیره ساختن، کتاب جعل کردن. چی اون؟ آقا ما تابع آل ابراهیم نیستیم. چرا؟ ما قطب داریم. قطب دیگه چیه؟ کسی که هسته شناخت خداست. دیگه چی دارید؟ اوتاد. اینا چی هن؟ این هم آدم های خاصی هن. دیگه چی دارید؟ ابدال، عصب، عمد، نقبا، نجبا. اینا کی هن؟ اینها انسان‌های خودساخته هستند که خودشون را ساختن در راه خدا. مرکزشون کجاست؟ مرکزشون شامه. بعدن عرفانی ساختن، دینی ساختن به نام صوفیگری. اون مثلث با برکت خدا که خدا شناسایی کرده مکه هست و بیت المقدس هست و مسجد کوفه مثلث، اینها را زدن کنار، گفتن مرکز ابدال و نجباب و اوتاد و اقتاب و عمد همه در شامه، اونم همس شامه، مرکز دفن کعب الاحبار. از قرن ششم به بعد آقایان شکل شمائل پیدا کردن، یه مرکز دیگر ساختن به نام قونیه، آقای مولوی اینجا فوت کرده. تمام اینها توطئه یهود بوده. مرکز مکانی اسلام در رأس کعبه است. کعبه است و کعبه مقدسترین نقطه بین الرکن و المقام در مکه است. سپس بیت المقدس، سپس مسجد کوفه است. و اگر از نظر شیعه کربلا مقدسه، چون کربلا حافظ این فرهنگ بوده، باید قداست کربلا هر روز بیشتر بشه. چرا بیشتر بشه؟ یعنی مقایسه نمی کنیم با اینکه مکه مقدمه یا کربلا. کربلا جایی است که حافظ قداست قرآن و خدا و مکه شد. شما کربلا را بردارید، امرآس میمانه برای اسلام. شما کربلا را بردارید، شمر و یزید و معاویه میمانه. این کربلا کلید حفظ فضای اسلام بود. قداست کربلا را باید به رسمیت بشناسیم تا قداست اون سه مکان باقی بمانه. برگردیم به اصل مطلب. آقایان در قالب اقتاب، عرفان وارد فضای اسلام شدند، غیر این سه مکان را تبدیل کردن به قداست. آقای حلبی در سیره حلبی مفسر نقل کرده محل مقدس شام است. 24 نفر، 23 نفر در حمسن. اینا کیان؟ اینا ابدالن، اینا بندگان صالحن. مرکز عالم شام است. همه توطئه بوده. یهودی ها جهت تقویت بنی امیه بر ضد بنی هاشم، بر ضد پیغمبر اسلام، اون منطقه را مقدس تلقی کردن و به خورد مسلمین دادن. پس بنابراین این که قونیه تبدیل شده به یک مرکز، این که شام منطقه از هند شده مقدس، همه برای انحراف افکار عمومی از مجمع الانبیا بوده، از بیت الله الحرام بوده، از بیت المقدس بوده که برای ادیان چه بوده؟ مقدس بوده. سرانجام این که ما باید برگردیم به متن تورات و زبور و انجیل و قرآن. فرموده از قبول همه انبیا جزء دینه، اما آقایان یهود و نصارا استثناءً بخش اعظم وعده های انبیا را رد کردن، متن کتاب خود را رد کردن، امتی شدن وابسته به درباریان، قدرتمندان، جنایتکاران، جنایت کردن، اینها امضا کردن. این وضعیت جهانی است. شما نگاه کنید امریکا هم جنایت میکنه، هم از اون طرف چی؟ با آقایان مسیحی ها رفیقه. هم جنایت میکنه، با صهیونیست ها رفیقه. اسلام است، امام حسین است، اهل بیت است، حافظ قرآن هستن، حافظ انجیل هستن، حافظ تورات هستن، حافظ حضرت عیسی علی نبی و آله و علیه السلام هستن، حافظ قداست موسی هستن، حافظ همه انبیای بنی اسرائیلی و بنی اسماعیلی هستن. ما شیعه ها وارث حابیل و اسماعیل و
امام حسین هستیم سر می دهیم اما دین نمی دهیم. سر می دهیم سر نمی بریم. قابیلیان است مانند داعشی ها النصرا که آمریکا و دیگران ساختن، اونها سر می گیرن سر می برن. راه بریدن سر یاد دادن، ما راه بخیه زدن رگهای گلوی مردم را یاد دادیم. ما هستیم وارث انبیا از نظر اینکه امامان ما وارث انبیا هستند، چون همه را مقدس میدانند. ما مهیمن هستیم، محافظ کل انبیا و کل ادیان ابراهیمی هستیم. ولا حول ولا قوة الا بالله.